به نام یاد خداوند و با درود بر منجی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه شما بخیر. امیدوارم خوش باشین و امروز جمعه را تا این فرصت خوش گذشتانده باشین. بقیه روزتان هم خوش بگذره. عمر طولانی بر تک تک شما از خداوند منان خواهان هستم. یک سلام خاص ویژه خدمت علاقمنده برنامه که بیرون از مرز هستن. خداوند سرشان را به سلامت داشته باشه و امیدوارم در فضای امن زندگیشان بگذرانند. دوست عزیز خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با تقدیم اسلام قرآن تا یک ساعت بگونی نشم مستقیم در خدمت شما قرار دارم. امروز در برنامه با مجنب آقای دکتور فضل الرحیم بصیرت استاد دانشکده شریعت دانشگاه کابل هستم. بسیار زیاد خوش آمدید جناب استاد. شما به سلامت. استاد اگر کس بر شما بگوید نوروزتان مبارک، گناهکار شده؟ خب نظر بنده ای هست که نوروز از جمله فرهنگ است و گناه او را نمیگیم که کسی گناهگار شوه، لیکن نظر بنده ای است که به تبریکی ضرورت نداره. به تبریکی ضرورت نداره و تبریکی را گناه هم نمیگیم. اصل در فرهنگ جواز است. در فرهنگ اصل در مسائل فرهنگی جواز است. و مسئله بدعات و عدم بدعات که اگر ما مطرح کنیم که آیا تبریکی به نام نوروز بدعات هست، یعنی به نظر ما کمی سختتر معلوم میشه. به دلیل اینکه نوروز و این مسئله جمله عبادات نیست و بدعات موضوع او مطرح در عبادات میشه. نوروز و سال نو سال کنه یه جمله عبادات نیست. یک بحث. دوم بحثی است که وسیله عبادت عبادت هست، یعنی ایرم اکثر علما به این نظر است که وسیله عبادت عبادت است، اما در فقه حنفی مسئله روشن نبوده. وسیله عبادت عبادت هست. یک کمی توضیح بده. مثلا نماز جمعه را آل امروز ما و شما میخواهیم، رفتن به جمعه این جمله فرایز است. نماز جمعه فرض است، آیا رفتن به جمعه فرض است؟ متوجه هستی نیست؟ و بنا بعض علما ایرا به چند تقسیم میکنه که فقه حنفی است و در فقه حنفی برای ما این مسئله زیاد روشن نبوده. مذهب دیگر میگه که بالکل وسیله فرض فرض است، وسیله حرام حرام است، وسیله واجب واجب است و ای تو نظر دارن مذاهب زیاد اسلامی. در فقه حنفی برای ما این مسئله زیاد روشن نیست. به این خاطر برات میگم که روشن شوه، رفتن به جمعه را در فقه حنفی واجب نگفت. یا این که قرآن کریم میگه که در وقت جمعه ترک بگوین بیع و شراء و خرید فروش را، این فقه حنفی حرام نکرده، مکروهات گفته. فلذا میریم به اصل سوالتان که نوروز است. نوروز از جمله فرهنگ است و او را این یک بحث دینی نیست. بحث دینی زیاد نیست و ما نظر معلومات بنده ای هست که اصل در فرهنگ جواز است، مگر این که در او مسئله از قرآن و سنت و شریعت ما چیزی وارد شده باشه. متوجه هستی نیست؟ بینه ان ما بنام نوروز عید نمیگیریم، زیرا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم عیدها را تعیین کرده و وقتی که در مدینه رفت، مردم مدینه را دید که آنها در سالها سال بعضی روزهایی را داره که او را عید میگیرن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برشان فرمود که خدا برتان دو روز دیگری بنام عید دادگی هست، امو را عید بگیرن. ولیکن دمو میلاها رسول الله صلی الله علیه و سلم عایشه را میگیره و حبش و مردم افریقا در یک طرف گوشه مسجد نبوی علیه الصلاه والسلام بازی میکنه، بازی به نام جشن به اصطلاح. و حضرت عایشه در اینجا پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد است و او را سیل میکنه. بنا ان اصل در فرهنگ جواز هست، به شرطی که اسلام در اونجا چیزی مشخص گفته نباشه، او را اسلام حرام نکنه. اگر اسلام را حرام کرد، آمنا و سمعنا و اطعنا، ما و شما قبول داریم. اگر اسلام در اونجا سکوت کرده باشه، اصل در فرهنگ جواز است. معلومات فقهی بنده به این شکل به امی هست. بین ان ما نه نوروز تجلیل میکنم، نه با کسی تبریکی میگیم، ولیکن ایره حرام هم نمیگیم که با صراحت بگیم که این نوع عمل حرام هست، زیرا این بدعت است، زیرا پوشش بدعت. ما ایره در بدعت داخل نمیدارم. لیکن یک بحث دیگری وجود داره دوست عزیز، و بحثی هست که نوروز برای ما پیش از اسلام مانده
و فرهنگی غیر مسلمانه بوده. از دور آتش پرستا برای ما و شما نوروز ماندگی است. از این ناحیه اگر ما نوروز را بحث کنیم، بعد ما به نام نوروز جشن نگیریم. بدل این که ما با ادیانی که غیر اسلام است، با امور دینی آنها ما را پیغمبر خدا هدایت کرده که با او نزدیک نشوید، یعنی شما مخالفت و یهود و نصارا را بکنین. فلذا یه اساس امکان داره که بگویم که نوروز را بعد ما جشن نگیریم. وجود شما مثلا تشکر. خب یک در حقیقت دوست عزیزی سوال یک مقدمه بود، چون امروز بیشترین سوال ما دوستان که سوال کرده بودن در مورد تهیه هفت میوه، خوردن هفت میوه، تبریکی سال نو و بالاخره میماند جشن جندبالای مزار شریف کی هم از استاد انشاءالله پرسیده میشه. تمنای همراهی شما را دارم. میتونین به 0220-220-1093 تماس بگیرین. شما را تماس در روی صفحه تلویزیون تان میبینین و همچنان صفحه فیسبوک ما در خدمت شما هست. اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین و همچنان واتساپ ما 0782-22-47-10. استاد خب فرصت هم با ما هست و خب تماس میگیریم بعدش برمیگردیم. بله فرمایین. بله بله بله. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایین. السلام علیکم. عليك السلام. يا سوال ما عميس كده من واجب مدري دادر مدري واجب. أبي دواي مدري تميجي مدري دادر مدري 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 كاتور نفر استاذ سلام ميسي. خا. إن مين أخذ ما روشان كو. يا سوال ده ده شو كان بتاعك باي كي طالبان. ريش نكشي ده. خد بشار يا أذان ميتا يا ريش مش نماز ميتا. ما برای مولایی صاحب میره توسعه کنیم که امیرا یک دفعه خو ریش برود نکشینا امیرا پیش نکو مگه یا میفهما این امیرا برای ما روشن کو لطف میکنی که امیرا با بفهمیم که پیش آدمی که همه تو از سند بلوغیت نیست نماز میشه نمیشه اقامت که بگو میشه نمیشه. خب از 3 سال تان تمام شد. 2 سال شما گفتین. سلامت باشید. 2 سال شما گفتین. بله 3 سال هست. تشکر. ما یادداشت گرفتم. شما با سلامت. استاد شما گفتین تجلیل از شما خودتان تجلیل نمی کنین. اگر کسی مثلا جایی میرین هفت میوه میرن استاد. در کابل رسم هست و در بعضی ولایات. خب آماده میکنن یا به نام هفت سین یا به نام هفت میوه آماده میشه. خوردن ازی حرام هست؟ نه خوردن ازی حرام نیست. لیکن توصیه بنده من هست یک از کسی که به نام شخصیت دینی هستم. خب اگر خود شخصیت دینی بودیم اگر باشیم با اینام با میلی کسی نمیرم با اینام خانه کس نمیرین با هفت میوارم جور نمیکنیم با کسی با تبریکیم نمیرم با کسی زنگم نمیزنم. خب و با ما الحمدلله کسی با اینام زنگ نمیزنه. میمانه این که اگر خانه دوستا رفتیم و هفت میوه تر کرده خدا کنه که 20 قسم تیار کرده باشه کلیش هم میخورم. استاد ماشاءالله آدم با معذرت واژه استفاده میکنم ملای ثروتمندی هستین. چرا خودتان آماده نمیکنین؟ شما خودتان آماده نمیکنین؟ بله در یک برنامه تا بله اینا فکر میکنم که فرهنگ ها برای ما از دیگر آمندگی است. خب و خودم به عقیده دارم که ما فرهنگ سالم داریم و به فرهنگ دیگر محتاج نیستیم. بلکه نظر بندهی هست دوستا بشنوا که ما امروز در دنیا جنگ فرهنگی داریم. خب و امی زندگی کلان که تیر کردیم به نتیجه رسیدیم که دنیا عالم جنگ فرهنگی داره و قدیمانم جنگ فرهنگی داشت که کسی نامش جنگ دینی میمانه کسیش نامش جنگ سیاسی میدانه هرچی که نامش میمانین از نظر ما جنگ دنیا امروز هم جنگ فرهنگی هست و ما فرهنگ داریم. فعلا هم استاد قراری ما این فرهنگ هم از خود ما هست. نه ما وضاحت میتونم بجای این که ما فرهنگ قبل اسلام خود را بشناسیم او دوست عزیز چرا اون فرهنگی که امی 200 سال 300 سال میشه 400 سال میشه شما فرهنگ اصیلی تان است دینی تان است با مو جوان مردی و سخاوت تان موافق است امور بکنیم و با جای این که با 2100 سال پیشتر گپ میزنی از 500 سال پیشتر گپ میزنی. تشکر. داخل مسجد میشیم بسیار سوال خوب مطرح کردن. 5-6 نفر در نماز است یا سنت میخوانن یا نفل. السلام علیکم و رحمت الله. خب سلام میتیم. این سلام دادن جایز هست نیست و فرض کنین جواب سلام که واجب هست اگر کسی این جواب نمیته این مشکلش چی هست بفرمایید. بله و وقتی که
به هر جایی که میری و در پنج اول خویی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را امر کرده به سلام دادن و یکی از آداب شرعی یقینی اسلام است. میمانه این که طرف مقابل مصرف نماز است فی الحال یا تلاوت میکنه یا این که او در صحای تشناب داخل شد، در این حالت باید سلام داده نشوه. چند حالت است؟ پنج حالت است. فقها پنج گفته چیزی که یاد دارم آلی خدمتتان عرض میکنم. کسی که تلاوت قرآن میکرد به او سلام ندید. فهمیده شد؟ و همچنان از اجتهاد بنده ای هست کسی که استاد که مصروف علم بوده و استاد فاکولته شما درس میده شما در سم داخل شدین و میگه استاد سلام علیکم، ما شاگردار گفتیم که سلام نتیم. ترک واجب نمیشه واسه اینجا؟ ترک واجب نیست. علم شرعی هست، علمی هست که سنت و مستحب و بالاتر ازی هست. هر علم مشروع این منزله را داره. بنا سلام نتیم یک مثلا. به طرف دیگهش میرم باز. همچنان کسی که در صحای تشناب باشه و برای تشناب دو صحا داره کلی داخل است سلام نتیم، زیرا سلام عبادت است و در تشناب عبادت وجود نداره. و مثل ازی اگر کسی امرای فامیلش بستر باشه در اونجا هم سلام سلام نتیم. کسی که سر عبادت استاد باشه او را نماز استاد است، مثل که اصل سوال شما امی بوده سلام نتیم. خب اگر سلام داده شد حکم چی است؟ متوجه نبودم. سلام علیکم گفتم که دیدم دوستا کلگی سر نماز است، دوستا کلگی سر تلاوت قرآن کریم است. یه این که سر کسی که سلام دادم او در حق قضای حاجت خود شش. در اینجا امی حالت در پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم واقع شده. یک کسی سر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سلام داد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حالت قضای حاجت خفیفه بوده، خب جواب نداد، خدا خلاص کرد، رفت تیمم کرد، واز آمدم و گفت آدم دور بوده و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بینا اگر ما تو تلاوت میکردیم و دوستا سلام داد جه وقفه که آمد وقفه میگریم و علیکم السلام و رحمت الله. اگر تو سر نماز استاد بودی و ما آمدم متوجهم سلام دادم، هر وقت سلام گشتاندی از دو رکعت نفل خود باز بگو و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر. یعنی اصل امی است که داخل مسجد شدن سلام داده نشه؟ نه، اصل در مسجد داخل در سلام دادن است، لیکن این که اون مردم سر نماز استاد باشه. خب اگه یک نفر مثلا یک نفر اونجا بیکار نشسته، بالکل سلام بیتی، سلام سنت است، ولیکن اگر کلگی سر نفل استاد باشه، سر فرض استاد باشه، در اینجا سلام نشه. شما به سلامت. لفظ درست دی جوابش چه قسم است؟ مثلا ما به شما سلام میدم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این خود جمله درستش. شما علیک السلام باید بگوین یا علیکم و علیکم السلام شما تلفظ کردین؟ برای به هر دو طرف علیک السلام و رحمت الله جایز نیست. علیک السلام جایز نیست و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون منع کرد که شما اینو نبگوین. بیرون چی بگیم؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. و علیکم. و علیکم. و علیکم السلام. و در مقابل جواب است. و در اینجا در مقابل امو آدم سلام داده است. پس ما و را میگیم که جواب بدیم. شما هم زنده باشین مثلا. تو ما را گفتی که خوش آمدین. ما تو را میگیم که تو هم خوش آمدی. کلمه تو را استعمال کرد. بناء و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیک السلام یا و علیکم السلام. و علیکم السلام. تشکر. یک مثلا اینم خبر باشی. اگر شما گفتین که السلام علیکم، ما باید بگم و علیکم السلام و رحمت الله. تا برکاته جایز است، بلکه بهتر است. قرآن کریم میگه و ذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و ردوها. اگر کسی با شما سلام داد، از او خوبتر جواب بگین یا برابرش بگو. فلذا و امی علیک السلام مشروع نیست و از برکات او بعد چیزی وجود نداره. شما با سلامت. یک سوال دیگر، آیا طفلی که به سن بلوغ نرسیده باشه میتونه که اذان بگویه یا اقامت قامت بگویه و یا هم امامت کنه؟ اینجا سوال برادر بود. بسیار سوال خوب بود از دوست ما. و فی الحال فرهنگ ما است که اطفالی که 15 و 16 سال است، طوری که امی دوستی ما گفت که تا آلی ریشه نیامده اذان میته و اقامت میگه ای جایز نیست و بقار میشه. برعکس اذان دادن آنها هیچ باکی نداره، حتی اگه صغیر هم باشه. که صغیر هم باشه اقامت دادن آنها هم باکی نداره. یک مسئله قابل بحث است. خوب پیش از اینکه ام اصل سوال بریم، بعد بگیم که صلاه اذان دادن و اقامت گفتن یه جمله سنت ها هست و سنت صغیر و کبیر فرق نداره.
مشکل فقهی ما در وقت مطرح میشه که او نماز بده، چون نماز صغیر فرضی نیست و نماز شما و ما و شما مقتدیها نماز فرضی هست. و فقه حنفی میگه که نماز کسی که فرضی هست پشت کسی که نماز نفلی میخواد نمیشه، به این خاطر آنها در نماز پیش نشوند. لیکن یک وضاحت باید داده شد، وضاحتی است که مسئله ریش نیست. و دوست ما مسئله ریش مطرح کرد، خیلی مردم از بالغ است ولو که ریش نداره، بناهم مسئله ریش مهم نیست. مسئله ریش یک اطمینان ریش سفیدای ما هست، کار خوبی هست که صاحب ریش پیش شوه، لیکن ما نماز را فاسد نمیگم، نماز را غلط نمیگم، بناهم وقتی که دوست عزیز او بالغ باشه میتونه نماز را بده. و فقه حنفی میگه که نماز کسی که فرضی هست پشت کسی که نفلی هست نمیشه، به او خاطر بعد کسی پیش شوه که بالغ باشه. وجود شما با سلامت، یعنی اگر کس ریش نکشیده باشه به بلوغ رسیده باشه، اقامت ساله هست، 16 ساله هست، او بالغ است در حقیقت، میتونه نماز بده در حالی که ریش نداره. شما با سلامت، شکر. شما بیننده و شنونده برنامه اسلام و قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. شما را تماس برنامه 020-220-93 پوزش مذرد که چند تماس هست بنابر اما حسن نیتی که بر استاد داریم و ایجاب میکنه که نباید صحبتهایشان قطع میشد، تماس های دوستان را جواب دادن نتونستیم، از تک تک شما مذرد، چون جریان صحبت های استاد بود، منتظر تماس های شما هستیم. خب جناب استاد، یک بحث دیگه میمانه که بحث نوروز هست. سوال های بسیار زیادی رسیده بود بر ماده ای راستا. شما از مزار شریف متخصص هستین ماشاءالله، چه معلومات دارین؟ آیا حضرت علی علیه السلام اینجا دفن هست؟ سوال بسیار بجا هست. متاسفانه که در مزار هم یک جای مخصوص با نام مزار و یا جای رفت آمدن حضرت علی وجود داره، کرم الله وجهه. و همچنان در کابل داریم امثال زیرا در یکی از جاها حضرت علی کرم الله وجهه نیامده. حضرت علی کرم الله وجهه از که عثمان سب شهید شد از مدینه منوره برآمد و اکثر صحابه به او گفت که بیرون نشو. بچه او کلان و حضرت حسن قیزه اسب او را گرفت که پدرم بیرون نشو. سلمان فارسی به حضرت علی گفت که ما در کتابای ادیان سابقه خواندیم از اینجا که بیرون شدی پس آمده نمیتانی. و حسن سه بچهش پدر میگه که نرو پدر جان، یعنی از مدینه منوره نباید بیرون نشو. این مهجر رسول الله صلی الله علیه و آله جای مهاجرت پیغمبر اسلام است، از بیرون نشو، رفتن تو به عراق حالت است. و نیت حضرت علی ای بوده که به دشمن خود نزدیک میشه، چرا معاویه که در دمشق بوده و در شام بوده به عراق نزدیک بوده و مدینه از او دورتر بوده، بنا علی سه میخواست به او نزدیک شود، با دشمن خود تا او را زیر کنترل بگیره. الاخ الک دوسیه بسیار کلان است. خب رفت حضرت علی صاحب از روز اول تا روز شهادت از هیچ بیکار نشد که به کدام جای برود. حتی در آخر حیات حضرت علی کرم الله وجهه برای خود دعای بد نکرد، خدا دیگه مرا بگی. و ما در موضوع فقهی یک مسئله داریم، بحث داریم، او بحثی است آیا برای مسلمان جایز است که برای خود دعای بد بکنه خدا مرا بگی؟ معلومه پرسیدم همین امی جایز نیست. و علی سی بیکار کرده، فقها جواب داد، فقها میگه اصلی است که یک مسلمان برای خود دعای بد نکنه، لیکن اگر فهمیدی که بقای حیات ما دیگه بخیر مسلمانان نیست بلکه شر برای ما برای مسلمان است، باز دعا کردن برای خود به مرگ پروا نداره. حضرت علی کرم وجهه در آخر حیات خود برای خود دعای بد میکرد که خدا دیگه مرا بگی، زیرا دولت متلاشا شد و یک دولت واحد برای مسلمان جور نشد، نه با مزار آمده نه با جای دیگر آمده. و یک همگی از جمله خرافات است. ما کسی که اهل علم است از هر مذهب اسلامی که هست اما را با دقت بخوانه، محبت به حضرت علی ایمان را نداره که ما مزار برو بر میگردم. استاد با شما بیننده ما فرصت زیادی روی خط تلفن ماند. بله بفرمایید. بله آواز ما دارین؟ بله بفرمایید. بفرمایید. بله سر بفرمایید. بله شرمه اگر پیش را عرشی که میکنم که دلم صبر کنه خداوند دلم صبر نمیشه، چی کنم؟ چی گپ شده خب مادر؟ چی گپ شده خب مادر؟ خواه
سلامت. خب برمیگردیم مادر، سال شما را حتما پاسخ میگیم در لابلای برنامه، فرصت هست. استاد بیشتر کوتاه، چون سال بیننده ما هم هست، باید بیام پاسخ داده شوه. پس این رفتن و این جنده بالا کردن، من یعنی جنبه دینی اگر نداشته باشم، من حیثی یک رسم و یک کلچر و یک فرهنگ، اگر از این تجلیل شود چی بینه از شما؟ ما هم نظر ما است که یک فرهنگ یقلا غیر اسلامی است. خواهد. چه دلیل غیر اسلامی؟ چه اصلا؟ ایمان ها که برای ما از ما جوس ماندگی است و از دردشتی ماندگی است. سردشت چیزی رو بلا میکردن؟ خود ما پیز اسلام کی بودیم؟ وقتی که میگیم که در سال 36 و یا در خلافت حضرت عثمان با ما اسلام آمده، از او قبل ما چی دین داشتیم؟ بوتا داریم. در افغانستان جای مختلف بوتا پیدا میشه. و یا زردشتی بودیم، آتش پرست و همه مسائل بودیم. فلزایی از امو فرهنگ امو هست. و بالکل تاریخ ما را نوشته کرده که از امو فرهنگ است و ما فرهنگ غیر اسلامی را به نام تاریخ زنده نمی کنیم. زیرا امی مردمی که امروز از فرهنگ گپ می زنند و ما احترام به فرهنگ دارم، اینها هیچ نامی از فرهنگ اسلامی گپ نمی زنند. بله. امیا ما اول 1400 سال تاریخ اسلام داریم. این مردمی که از فرهنگ 2000 سال گپ می زنند، هیچ روزی از فرهنگ اسلامی ما گپ زده نیست. در حالی که بسیار غنی، در حالی که ما از 1400 سال کمی عمر نیست، او را نامش نمیگیریم و از 2100 سال پیشتر گپ میزنیم. بدون شک ای بردار ما هست به طرف فرهنگ غیر اسلامی. تشکر. سلام. بسیار معذرت میخوام استاد، فقط اما قدر فرصت داریم که جواب خواهر گفته شود. بسیار از خواهان صبر میخوان اما دلشان ناقرار هست، چه باید کنه جناب استاد؟ یک آدم که صبور شود. خب با این خواهر سخن بنده ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث آمده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خفه میشد بادر الی الصلاح، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خفه میشد میرفت یک وضو میکرد، یک دو رکعت نماز میخوان و دلش آرام میشد. و آیا این که تلاوت قرآن کریم را خواهر ما بکنه وقتی که طیبت تو خراب شد و مسئله ای که زینت خراب میسازه، زینت آمد یک حضور بگی برو یک دو رکعت نماز بخوان. و از نگاه روانشناسی اگر گپ بزنم، خواهر عزیز از مول اعزاز خانه تبیرن شو یک کمی بگرد تا زینتان تبدیل شود. امی علم روانشناسی هم صد با مزد امیر میگه که اگر مشکلی پیش میشه، امیدوار هستم که تصرف دخالت در کار روانشناسان نباشه، میگه زدن آب در روی یا تماس آب بر روی میتونه که روان آرام بکنه و جنب دینیش وضو کردن. بلکل امی گپ صحیح هست و این وضو کردن زین انسان رو بدل میکنه، غسل کردن زین انسان تبدیل میکنه. بیرون بگردی در داخل محوطه قریه خودتان جایی که هستین و زینشتان تبدیل شما، خدا میرمان است وجود شما بسرما. تشکر. خب دوست عزیز، بخش اول ما به پایان میرسم، ما فرصت وقفه داریم، وقفه میگیریم و پس از اون نشر اذان جمعه مبارک وفق شهر کابل و در ادامه مسئولیت ما در مورد محیط زیست، سرسبزی و شاندن یک نهال از منظر دین مبارک اسلام هست. تمنای همراهی شما را دارم. باز هم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه اسلام و قرآن و تمنای همراهی شما را دارم. دوست عزیز، حتما شما در جریان هستیم که ما با آستانه رسیدن ماه مبارک رمضان همه سال دو تا برنامه رو روی دست میگیریم، یکی برنامه رقابتی حج و یکی هم برنامه رقابتی اقرا. انشاءالله اولین امتحان برنامه اقرا 6 حمل هست، به گمان اغلب که جمعه بعدی شاید شود. انشاءالله ساعت 8 صبح و مسابقه قرائت قرآن کریم است بین طفلای نازنین، طفلایی که 8 تا 13 سال باشه و اگر قرائت بسیار خوب داره پیش استادها درس خواندن میفهمن و توانایی اشتراک دارن در برنامه از ولایات و از داخل کابل. ما در خدمت شما هستیم، سرک 5 کلو لبشه، دفتر رادیو تلویزیون خورشید و ثبت نام قبلی هم نیازی نیست. 6 عمل که بخیر تشریف آوردین، امروز هم ثبت نام میشه و هم دوار صاحب امتحان خدا میگیرن. و برنامه رقابتی حج که یک برنامه بسیار خوب هست، هشتمین فصلش هم سال برگزار میکنیم ان شاء الله و به خاطر آمادگی کتاب شرح قدری را دوستان مطالعه کنن. 3 بخش کل کتاب شرح قدری، یعنی بخش روزه، بخش زکات و بخش حج. اولین امتحانش 12 حمل هست و ثبت نام هم در روز امتحان. به خاطر معلومات بیشتر صفحه فیسبوک هم در خدمت شما هست و شماره تماس واتساپ ما هم در خدمت شما 0782 22 47 10. شماره باز تکرار میکنم 0782 22 47 10.
موضوع این فرصت ما سرسبزی و مسئولیت ما در قبال محیط زیست هست. استاد، زمانی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم لشکری را به جایی روان میکرد، یکی از توصیه هایش همی بود که درخت قطع نکنین و به اشجار و درخت ها احترام بگذارین. این قسمت آنچه که ما بیان کردم متنی است که با احادیث صحیح ثابت هست و یک چیز علمی هست، منبع علمی داره یا فقط یک نقل قول هست که اساس علمی نداره؟ الحمدلله و صلاة و سلام رسول الله و بعد. بله، در شما موضوع غزوات مطرح کرده. در غزوات هر دو مسائل آمده، در بعض جایی تر شده که دشمن سرسخت که بود و از او درختهشم از بین رفت، خانهش درختانی و نخیلم آمده که بارمه، ولیکن این روایت که شما ذکر کردین این روایت هم آمده. به این خاطر اکثر فقها به این نظر است که امی وسائل قطع نشوه و در جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که قطع شوه، کار مخصوص بوده، به قوم مخصوص بوده، اما حکم عام امی هست که قطع نشوه. این نظر فقها هست راجع به این احادیثی که مطرح شده. و اگر بریم به طرف غرس نهال و که ما از محیط زیست گپ میزنیم، صحیح حدیث امام بخاری و امام مسلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، روایت امام جابر است، ما من مسلم یغرس غرسا الا ما کان ما اکل منه له صدقه و ما سرق منه له صدقه ولا يرزقه احد الا كان له صدقه. نیست یک مسلمان که غرس میکنه یک نهال درخت را و بعد از او مردم میویش میخوره، از او کدام جز را قطع میکنه، این برای صاحب درخت صدقه است. و اگر از او میوه کسی بدون اجازه بگیره، یعنی سرقت بکنه، او هم برای صاحبش صدقه است. بلکه هیچ چیزی از او کسی را کم نمیکنه مگر برای صاحبش صدقه است. این لفظ امام مسلم بوده. لفظ دیگری که در امام مسلم آمده، به این لفظ آمده که فلا یغرس غرسا فلا یغرس المسلم غرسا فیأکل منه انسان ولا دابة ولا طیر الا کان له صدقه الى یوم القیامه. مسلمان غرس نمیکنه یک نهال را و بعد از او یک انسان میخوره، انسان نگفته، مسلمانم نگفته، یا از او مواشی میخوره یا مرغهای آسمانی از او چیزی را میخوره، این همگی برای صاحبش صدقه هست تا روز قیامت که اگر این درخته و از او چیزی که به دست میه و تکثیر میشه، همگی برای صاحبش صدقه هست. ما و شما همگی میفهمیم که مسلمان دائما عمل او مربوط به آخرت است و بهترین امتیاز مسلمان هست. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم غرس درخت ما و شما را به آخرت ارتباط داده، گفت در آخرت برای تو صدقه هست. و هر مسلمان عقیدشی است که هر کار را میکنم که برای ما سبا روز در آخرت منفعت داشته باشه. بناهن غرس درخت که امروز ما و شما به نام محیط زیست میکنیم و دولت افغانستان خدا خیرش بده خیر درختها را در روزا غرس میکنه، یک کار نیک و بجا هست و خیلی ضرور هست. همه ما شما میفهم که امروز دنیا از مسئله محیط زیست گپ میزنه و الحمدلله اسلام نهال کردن درخت، زرع کردن زمین را که آل انشاءالله ذکر میکنم، همه گیرا یک عمل سنت پیغمبر اسلام میشمارد و او را با ما توصیه کرده و همو صحیح ترین حدیث در این باره وارد شده که ما و شما او را عملی کنیم. تشکر استاد. با مزد خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نقشش در شاندن نهال و در سرسبزی چگونه بود جناب استاد؟ من یک خورما حتما شما سالای زیادی را در عربستان سعودی سپری کردین، تدریس کردین در دانشگاه، میگن یک خورما به نام حجوه، جناب استاد حجوه میگن؟ حجوه بله، حجوه باین؟ باین است. خب عجوه، عجوه خب او حجوه که بدگویی از اون نیست، بهی که است، درست؟ با مزد یعنی این خورما را میگفتن خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم با دست خود غرس کرده این حالا. خب یعنی من میخوام از نقشش خود پیامبر بزرگ صلی الله علیه و سلم در سر سبی است. بنده جایی که نمیفهم میگم که نمیفهم. برای ما برای تو حدیث معلوم نیست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک نهال را خودش غرس کرده باشه. ما یک ندارم، میپالم انشاءالله. و عجوه که آمده او را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توصیف کرده و او را از میوه های جنت گفته
فلذات وصف عجوة آمدا لكن آية درخت خرمارة ولا درخت ديگري پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدست خود آئے نحال کر دینا بنده در عباره فی الحال معلومات نداره. تشکر. خب در کل نظر اسلام در مورد سرسبزی چی است جناب استاد؟ سرسبزی را اسلام توصیه کرده و میشه که از دو جهت آن صحبت بکنم. بله. یک جهت او را صحبت کردم که پیغمبر خدا میگه که غرس نحال تا روز قیامت برای تو اجر است. بله. و هر کس که از او میخوره برای تو اجر است ولو که بدون اجازه هم خواهش. بحث دوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زراعت را گفت. روایت دیگری طور آمده، روایت امام بخاری است و روایت حضرت انس است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا. در روایت بخاری زراعت هم آمده، هر مسلمانی که یک درخت نهال میکنه یا زراعت را زرع میکنه. زراعت بغیر از درخت شد، مثل که گندم هست، جوار هست، شالی هست و همه انواع تا سبزی های ما شما که امروز میخوریم همگی در زراعت داخل است. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که فیأکل منه انسان طیر او انسان او بهیمه الا کان له به صدقه. روایت لفظ امام بخاری هست که مسلمان اگر درخت نهال میکنه و یا زرع میکنه زراعت را بنا اندر همگی وازو مرغ میخوره، انسان میخوره یا چارپایی میخوره، همگی برای صاحب شروج قیامت صدقه است. بنا دو قسم زراعت اینجا آمد، یکی درخت ها شد دوست عزیز و دوم زراعت شد که غیر از درخت است. بلکه قسمت دومی که برای شما بحث بکنم یه هست که هم از حضرت عمر ثابت شده و هم از حضرت علی صاحب ثابت شده و اوی هست که عمر صاحب گفته بوده که زمینایی که دشت است و خشکه هست و کسی او را ملکیت کسی نیست، هر کسی که او را آباد کرد از طرف ما برش اجازه هست او را آباد کنه، در او زراعت بکنه، در او باغ جور کنه و خدا برش اجر بده. بناهن پالیسی خلافای اسلام ای بوده که زمینایی که دشت ماندگی است شما مسلمان ها بفرمایید، کسی که زمین کم داره امور آباد کنید، امورا زرع بکنین، امورا باغ جور کنین تا آباد شوه محیط زیست ما و شما که امروز از او صحبت میکنیم. این پالیسی حضرت عمر هم بوده و پالیسی حضرت علی صاحب بوده. از در بخاری آمده، روایت حضرت عایشه هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من اعمر ارضا لیست لاحد فاحق به. کسی که آباد میکنه زمینی که مالک نداره، مالکش هم کسی است که او زمین آباد کرده. قال عروة، إي جابي لفظ إمام بخاري، قال عروة قضى به عمر في خلافته. خلافة عمر سيد كامات عروة بن زبير ميكي در خلافة حضرت عمر أمر كاركي هر زميني كي آباد نيس شما مردم دعوات ميكن زمينا را آباد كنت بلكي عمر سيد بزافة ترم گفت بري مردم گفت كي اگر شما دا اي زمينا و دشتا سنكاري كردين 30 سال سنكاري حق دارين، تا 30 سال اگر آباد کردی خانی تا آباد، اگر آباد نکردی ما با کسی دیگری میتیم. بی خاطر از قاضی ابو یوسف در کتاب خود الخراج و فقه امام بو عنیفه با می نظر است که زمینی بلا مالک را اگر سنکاری کردی تا 30 سال وقت داری و چار دیواری میگی ما و شما. اگر تا 30 سال او را آباد کردی از تو از گرنی دولت میتن او را کسی دیگری بیتا، اما گور زرع کردی و دو باغ جور کردی دو زمین آباد کردی خدا برد اجر بتا. فقط امام ابو حنیفه یک شرط اضافه کرده و یس بسیار معقول هست، میگه با اذن دولت باشه. خب با اجازه دولت باشه. اجازه دولت بگیریم، یعنی غصب زمین نباشه، غصب زمین نشه، شما آباد کنید. سوال شما این بوده که راجی به محیط زیست اسلام چی پالیسی داره. ما میگیم حضرت عمر که روایت از امام بخاری هست، از عمر صاحب و علی صاحب بلفظ قاطی امام بخاری کرده، میگه عمر ایتو کرده و علی صاحب ایتو میگفتن، فلذا ما روایت عمر صاحب و علی صاحب داریم که پالیسی شان ای بوده که زمین ها را آباد کنین تا محیط زیستتان آباد شد. بسیار زیاد تشکر، برمیگردیم وقفه و پس از وقفه ادامه اسلام قرآن.
باز هم خوش آمده این ادامه اسلام قرآن را به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. سپاس شکران از همکارای ما در تمام بخش ما، اصلا از همکارای بخش نشرات که همین اعلان یا رجستریشن های حج و عقبه را این بار نشر میکنن. تشکر. استاد شما از درخت گفتین و پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم، یعنی نقل کردین از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم که بیشتر توصیه و تمرکزش روی درخت میوه دار بوده. خب فرض کنین اما امروز دانش امروز میگه ساعت یک درخت برای 15 نفر اکسیژن میده، ولی که درخت میوه دار هم نباشه، پس شاندن درخت بی ثمر و با ثمر از نظر فضیلت، خب بس مادیات شواسات کنار بگذاریم، یعنی از نظر اسلام صد متفاوت هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که من مست من یغرس و غرسن، مطلقا درخت گفته. خب مطلقا، لکن پاسان اشاره به میوهش کرده. بله، چون طبیعتا انسان از درخت توقع میوه را داره، لکن لفظ حدیث عام آمده و اضافه تر به شما بگیم در اینجا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم لفظ ما را استعمال کرده. و ما در نزد علمای اهل نحو از الفاظ عامه هست، فلذا همه گیره شامل است، برابر است که درخت میوه دار باشه یا غیر میوه دار باشه، همه گی در درخت ها داخل است. اما بدون شک که ما و شما دوست داریم که در خانه ما، در زمین ما درخت میوه دار باشه تا اقتصاد ما هم تقویه شود، لیکن اسلام همگی انواع درخت ها را ذکر کرده و همگی برای محیط زیست بسیار مهم است، چون گفتی که شما گفتین که او اکسیژن تولید میکنه و بدون شک ای اکسیژن وسیله حیات انسان هست. و الحمدلله در سالهای اخیر ما در کابل زیاد میبینیم، خدا کنه که کسایی که ما و شما را عالمی بینه درخت ها را نهال کنه و غرس کنه تا کشور ما آباد و تشکر. جور شما استاد، خب یک نکته را ما میخوایم اشاره کنم، یک کسی است که مثلا یک درخت در حولی خود داره، بدون شکی حولی که دیگه یعنی از هر نگاه باید محفوظ باشه، نمیتونه کس که برای داخل حولی شد و بالاخره از میوه درخت اگر میباشه استفاده شد، اما فرض کنید یک کس باغ داره، یک چند جریب زمینه یا چند بسو زمینه بسرای کابل نهال شانده، نهال میوه دار، اما بسیار تنگ نظر هست، فکرش دمی است که فقط خودش استفاده کنه و ازی بفروشه و اقتصاد خود تقویت کنه، چون شما گفتین اما تنگ نظر هست برای یک مسافر، برای یک راه گذر، برای یک آدم مستضعف و نیازمندی که هیچ درخت نداره و به میوه دسترسی نداره، بسیار تنگ نظر هست و توجهی به مسکین نداره. این دید و باور و این روش اسلام چگونه میبینه؟ از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ایتو ثابت شده که کسی که گشنه باشه، گشنه چیم باشه باید. و از یک منطقه تیر میشه، اون بالکل محتاج نان است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مرحمه کرده که برو از میوه مردم بگی، اگر صاحبش بود اجازه دیگه جایز نبود، بدون اجازه بخو. و فقهای ما چی میگن؟ فقها میگن خوردن بدون اذنم جایز است برای کسی که محتاج است فیلحال و بگی، لیکن قیمتش پسند باز بیتی. خب اگر توان خوردن بدون اجازه هم فقهای مذهب اسلامی جایز کرده، لیکن قیمتش بیتی. فلذا ما این تنگ نظری به اصطلاح یک عملی هست برای مسلمان جایز نیست که به اصطلاح خودش چند جریب باغ دارن، بلکه اضافه تر برتن بگیم سود را اسلام مطلقا حرام کرده. یک صورت سود را که علمای حدیث را عریه میگه و عرایه میگه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از سود استثناءً جایز کرده. او صورتی است، او صورتی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عرایه را جایز کرده. عرایه چی است؟ عرایه همین گپ شما هست که کسی پیش خود در خانه میوه پارساله داره، مثلا تو در خانه کشمش داری، کشمش انگوری خشک شده هست و در خانه او را میخوری و نو با وقت میوه تازه رسید، انگوری منطقه تان برآمد، مردم انگوری تازه را میخورن و اطفال شما کشمش پارساله را کنه را میخوره که ما مشکلات هم هست. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امیر جایز کرده که امی کشمش بباری با او مردم بیتی با والا را در مقابل بر تو انگوری تازه بیته، یعنی معاوضه دیگر، معاوضه بیته برای مقابلش بر تو یک درخت بیته که امی درخت از تو شد تو تازه انگوری ببر، امی کشمش تا با ما بیتی ما میفروشم برای ما قیمت را پورا میکنه، در حالی که کشمش و انگور یک جنس است و اصلا در فقه و شرط با جایز نباشه، بخاطر ازی که انگور یک جنس است
و یک جنس مساوات شرط است و هیچ مساوات ما بین انگور و کشمش ممکن نیست ولیکن پیغمبر اسلام به خاطر حاجت فقیرا ایره جایز کرده که برو با کس که صاحب باغ است تبادله بکو بناءن مسئله مسکین و فقیر در اسلام خیلی مهم است قرآن کریم را ذکر کرده قرآن کریم میگه و اتو حقه یوم حصاده شما وقتی که میوه را میچینین حقش ادا بکو علمای تفسیر میگه این زکات نیست عشر نیست این اضافه تر از او هست اگر مسکین می فقیر می در منطقه تن با او چیزی را بیتی ما مسائل زیادی را داریم فکر میکنم که وقت اجازه نمیتا لیکن حق مسکین امر ضروری در اسلام و بعد صاحب باغ را ادا بکنه گفتین مسائل زیادی داریم فرصت اجازه نمیتا میشه که شما از عالم کرده گپ مهمتر داشته باشید خب صحبت ما این بوده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که به صحابه کرام که اگر شما کدام روز گوشت پخته میکردین بله شروع را جور میکردین آبش زیاد کن و با امسایی طریقه نگاه بکن و قرآن کریم با امسایی توصیه کرده و عبد الله ولا تشرك به شيئا بالوالدين احسانا بعض جار القربى والجار الجنوب هم ما ام صاير ذكر کرده فلذا ايك ما باغ كلام دارم از سيب باشا از انگور باشا هر نوع ميوي كي هست و ام صاير اهل قريه ميوانه دارا سر شما حق دارا دوستاي عزيز كي بو چيز راي كنين و بغ بخيل در اسلام بسيار بد توصيف شده تشكر سلامت استاد جان امی سابق شما دیده بودین در اطراف جایی که مثلا اطراف مخصوصا در شهرها ما مشکل زمین داریم در اطراف یک قسمت زمین وقف میکردن درخت میشاندن و او را مثلا بخی دیوار نمیکردن برای مسافر ره گذر و هر کس میتونست اهل قریه از این استفاده کنه و در کابل اصطلاح را وخم میگن نمیفهم استاد در طرف های مشرقی و ننگرهار به این اصطلاح چی میگن استاد شما او طرف ها وقم چی هست آنها تشریح کنم؟ وقم یعنی زمینی که وقف شده درخت شده نشده وقف شده و هر کس میتونه فهمیده شد سابق بسیار زیاد بود از گونه اما فعلا مردم تنگ نظر شده و یک رقم بخل زیاد شده ولی او سخاوتی که سالهای پیش بود و او سخاوتی که موسفیدا داشتن و سخاوتی که پدرها داشتن فعلا در وجود فرزندا کمتر دیده میشه این از کجا نشأت کرده و میتونه این تقریبا آسیب پذیر هم باشه دیگه خو دو چند عامل وجود داره یک عامل خارجی و عامل داخلی بله عامل خارجی است که مردم ما در 40 سال در جنگ خیلی خسته شدن سخت خسته شدن خیلی روزای بد را تجربه کردن و دیدن فلذا سر مال خود که از پدرش مانده و چند قطع زمین داره خیلی حریص شد و قرآن کریم میرش اشاره میکنه که انسان به مال حریص است بله عامل داخلی است که مباعث دینی داخلی ما ضعیف شده مسئله منبر ما ضعیف شده که مردم توصیه بکنه با صدقه بله در حالی که یاد عاشر دل هم میفرماد که یک روز یک مسکین آمد از ما چیز سوال میکرد بله و ما روزوار بودم خادمه ما گفت که در خانه چیزی نیست چقدر گوشت یک نان خشک ماند شما قاب میگین بله اما با افطاری تو نگاه کردیم ما به او خادمه گفتیم بیتی اما نانی که میخواستم شام سر افطاری بکنم اونم با مسکین دادم بله هیچ چیز بخانه نمان عصر که شد یک از همسایه برای ما چیزی تازه و پخته و گوشت رایی کرد باز به خادمه خود گفتم که در فکر اما نانی قاق بودی حال خدا برتن چیز دیگری داد بیا بخو در معبین ما و شما مسئله صدقه بالکل ضعیف شده ضعیف شده بله بسیار ضعیف شده چطور حقوق امسایه حقوق برادر مسلمان حقوق جار این بالکل ضعیف شده دلیلش همی هست که منبر ما ضعیف شده است بناءً علمای کرام اهل خیر این را تأکید بکنه و واقعیت است که خیلی مردم ما امروز فقیر است و دونی امسایگی کس انسان بسیار غنی وجود داره واجب است سرش که امی مسکین را که در منطقه تان است در قریه تان است در کوچه تان است با او کمک بکنیم شما به سلامت یک مورد دیگه در شهرها دیده میشه جناب استاد بی‌توجهی نسبت به نهالای شانده شده و غرس شده فرض کنیم در هر سال شهرواری کابل ما فکر میکنم سالم یک رقم بسیار بالا را بیرو میکنه نهال غرس میکنه در تپه ها و در جاهای را سرسبز میسازه و در سرک ها وسط جاده ها میبینیم در گلدان ها نهال غرس میکنه ما بسیاری ها بی‌تفاوت هستیم حتی بر فرزندان این تعلیم داده نشده که
نهالی نباید شکستانده شود، نهالی باید آبیاری شود. در این راستا بسیار بی‌توجهی است. خب این هم بدون شک منبر هم در این راستا ضعیف است، معلم، استاد و ما رسانه هم کار بنیادی که باید کنیم نکردیم در این راستا. پس این حس چطور میشه تقویت شود جناب استاد؟ در اینجا دو نقص وجود دارد دوست عزیز. یکی از دولت است، دیگه از ما و شما. بله. از شروالی است که او را غرس میکنه آبش مکمل نمیده. ما را تعقیب کردیم. من هست یک شهروند، شهروند یعنی وطن که امی دما یهود و حمل میبینم که دوستای ما جوانه شهروالی را غرس میکنه، خیلی خوش میشیم. بله. و احسان امران میکنه میلون و با اضافه تر از میلون بسیار کار کلان است. ولیکن آبش مکمل نمیده. و فکر میکنم ادارات مرتبطه ای که ما تحت است ام مترای آبیری کم داره و آب او نمیرسه، یا اینکه بعضی مسئولینی مادون دمو تنبلی میکنه، در او رسیدگی خوب نمیکنه و آب نمیرسه. پس خواهش ما ای است که دوستایی که شما امروز خیلی پیسه را تاوان کردین از جیب دولت و غرس کردین، آبش برسانین. قسم دوم به ما و شما برمیگرده. ما و شما من حیث شهروند کشور دمو غرس تیر میشیم، او سرک آموجار قطع میکنیم و گفتی شما امو درخ متضرر میشه، متضرر میشه بلا خاطر از بین میره. بالکل اگر تساهل صورت میگیره عام کار غلط است، اگر عمدی باشه خب بسیار گناه کلان است. مثل که غرس او سنت نبوی هست، حفاظت او هم سنت نبوی صلی الله علیه و سلم است. بنا ان او را مردم ما توجه بکنه، جوانای ما، ریش سفیدای ما، او که امو درختای که نزدیک مکتب هست، نزدیک پونتون هست، نزدیک خانه ما و شما هست، نزدیک دکان ما و شما هست، او را حفاظت بکنن. ما میگیم در جایی که دکاندارا وجود داره باید از این بشکه خود آب بگیره، امورا آبت اگر شاروالی قادر نباشه به آبت، بناهن نقص همگی ما هست به رسیدگی صورت بگیره. و اگر درخت واقعا گفته شما به موسم خود برسه، مقابل اکسیژن زیاد داره و آر اکسیژن ما شما کم است. بسیار بسیار تشکر جناب آقای دکتر، خدا شما رو به سلامت داشته باشه. تشکر از حضور سبز شما، سپاسگزارم از تمامی همکارای ما، از تمامی شما سروران گرامی که تا ایدم با ما بودین. آخرین برنامه از سال 1399 بود، امیدوارم سال خب اگرچه سال پر از غم، پر از اندوه، پر از درد و رنج بود، اما به هر حال ما تانسته باشیم تا جای ادای مسئولیت کرده باشیم. سال بعد انشاءالله در خدمت شما قرار میگیرم. خوش باشین. الان نگهدار شما.